با نام خدا سلام، وقتتون بخیر و خبر دست سلو و طول نیوز خوش اومدید. سرخط خلافه برگزاری دومین نشست دوحه پیرامون افغانستان، اما امارات اسلامی مسائل مورد بحث در این نشست را مهم نمی‌خواند. عدم اشتراک در مجلس دوحه سبب انزوای بیشتر افغانستان میشه. ما خواسته بودیم که باید موضوعات مهم در زیر بحث گرفته شود، که توافق نشد و ما نزیست که اونجا بازم وقت کشی صورت میگیره، بحثای مهم نیست و خاطر ما شرکت هم نکرد. رد بیانیه 12 کشور اروپایی از سوی امارت اسلامی، حکومت سرپرست همچنان برخی از کشورها را به بزرگ نمایی اوضاع افغانستان به جهان متهم می کند. اون کشورها متاسفانه از اینکه باید تحقیق بکنند، افغانستان را از نزدیک بررسی بکنند، با ما اقدام تفهیم داشته باشند، هم توی اظهار نظر بی اساس می کنند. ناامیدی دختران همزمان با آغاز درس های دانشجویان پسر، وزارت تحصیلات عالی میگوید درس ها در دانشگاه ها و مؤسسه های تحصیلات عالی در بخش های سرتاسر کشور از اول ماه هود آغاز می شود. فردا برای بچه ها پهانتون واس میشه، ولی ما دختر متاسفانه نمیتونیم بخانیم دست بریم پهانتون. ما از امارت اسلامی میخواستیم از مکتب ها و پهانتون ها برای دختران باز شود. و راهپیمایی هزاران هوادار عمران خان در پاکستان، معترضان نتایج انتخابات سراسری پاکستان را رد کرده و تخلف در این انتخابات را حمله گسترده به دموکراسی عنوان کرده. من حامد بهرام میزبان شما هستم. مشروع خبرها، نشست دوحه با میزبانی دبیر کل سازمان ملل متحد ساعت پیش آغاز شد. در روز نخست این نشست نمایندگان ویژه بیش از 20 کشور جهان پشت درهای بسته درباره افغانستان رایزنی کردند. این نشست به هدف افزایش مشارکت بین المللی به گونه منسجم و ساختار یافته با در نظر گرفتن توصیه های ارزیابی مستقل انجام می شود، اما امارت اسلامی مسائل مورد بحث در این نشست را مهم نمی خواند. دومین دور نشست دو روزه دوحه پیرامون اوضاع افغانستان به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در شهر دوحه قطر برگزار شد. در این نشست نمایندگان ویژه بیش از 20 کشور منطقه و فرامنطقه به شمول سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری شانگهای شرکت کردند. این نشست به هدف بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین المللی درباره افغانستان به گونه منسجم، هماهنگ و ساختارمند با در نظر گرفتن توصیه های ارزیابی مستقل افغانستان برگزار شده است. موضوع افغانستان یک موضوع منطقه‌ای و موضوع جهانی است و تمام بازیگران منطقه و جهان در افغانستان متاسفانه نقش مثبت و منفی خود را بازی کردند. بنابراین ای تماس ها و مذاکرات و تفاهمات و تبادل افکار از اینا میتونه که در مسیر درست و یا خدای نخواسته مسیر نادرست حرکت کنه. تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به هدف تطبیق توصیه های ارزیابی مستقل هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز بخشی از این نشست است. برخی از آگاهان مسائل سیاسی رسیدن کشورها به اجماع بین المللی درباره افغانستان و تعیین نماینده ویژه سازمان ملل را در تغییر وضعیت در افغانستان مهم می‌دانند. روس هم به نړیواله ټولنه کې اجماع موجوده ده. ډیر زیات پر عمده مسایلو باندې اختلاف نسته. صرف د دې لپاره یو خاص اساسي ټاکل ز فکر کوم چې دا به نور هم منسجم کې. اما امارت اسلامی مسائل مورد بحث در نشست دوحه را مهم می‌خواند و می‌گوید که عدم شرکت امارت اسلامی در این نشست به معنای در انزوا قرار گرفتن امارت اسلامی نیست. ما خواسته بودیم که باید موضوعات مهم زیر بحث گرفته شود، که توافق نشد و ما نزیست که اونجا بازم وقت کشی صورت می‌گیره، بحثای مهم نیست و از خاطر ما شرکت هم نکرد. ما در حالت انزوا قرار نداریم. کشورهای بسیار منطقه و کشورهای اسلامی کشورهای همسایه خود را بسیار خوب داریم، انزوای را گفته نمی‌شود. عدم اشتراک در مجلس دوحه سبب انزوای بیشتر افغانستان میشه و وضع اقتصاد متاسفانه بدتر میشه و جوانان ما مهاجر میشه. قرار است که نشست دوحه فردا نیز ادامه یابد. بر بنیاد گفته های سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، انتونیو گوترش و نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان با فعالان مدنی و فعالان حقوق بانوان نیز دیدار خواهند کرد.
در سوی دیگر نماینده ویژه برخی از کشورها برای افغانستان در حاشیه نشست دوحه درباره اوضاع افغانستان دیدار و گفتگو کردند. حسن کاظمی قومی میگوید که در این دیدارها روی چگونگی همکاری های منطقه‌ای، امنیت جمعی و ثبات در افغانستان سخن زدند. نمایندگان ویژه برخی از کشورها برای افغانستان در حاشیه نشست دوحه پیرامونی اوضاع افغانستان دیدار و گفتگو کردند. نمایندگان کشورهای پاکستان، ایران، ترکیه، ازبکستان، نروژ، اتحادیه اروپا، بریتانیا، روسیه، سوئیس و چین در دیدارهای حاشیه‌ایشان با یکدیگر روی موضوعات گوناگون از جمله اوضاع افغانستان، چگونگی همکاری منطقه‌ای، امنیت جمعی و ثبات در افغانستان با یکدیگر سخن زدند. نیاز است که ما با کشورهای منطقه با همسایه های خود و به می ترتیب با نهادهای بین المللی، جامعه بین المللی، به خصوص کشورهای اروپا و ایالات متحده خود نزدیک بسازیم، این به خیر ماست. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان در صفحه کاربری ایکس خود نگاشته است که در حاشیه نشست دوحه با نمایندگان ویژه بریتانیا، پاکستان، ایران، سوئیس و روسیه برای افغانستان روی توافقات مشترک مردم افغانستان و فرآیندی که منجر به تامین امنیت و ثبات همچنان رفاه مردم افغانستان را تضمین کند گفتگو کرده است. حسن کاظمی قومی همچنان در حاشیه دیدارهای خود با سهل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر دیدار و روی حسن همجواری و دفاع از همه اقشار افغانستان با دور از سیاست‌های دیپلماسی ایران تاکید کرده است. در سطح بین الملل برنامه های بین المللی در دو مرحله برگزار میشن. مرحله اول نشست های حاشیه‌ای است که به منظور تعیین آجندا، مشخص ساختن احزاب و تعیین چارچوب اصول تصمیم گیری است. همزمان با این ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفته که او در دومین نشست دوحه شرکت نکرده است. او در صفحه کاربری ایکس خود نگاشته است که امیدوار است این نشست منجر به نشست‌های معنادار و فراگیر میان جهت‌های کلیدی انجام شود تا بحث درباره حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را به عنوان هسته اصلی رایانده افغانستان در اولویت قرار دهند. مطابق قطعنامه 2021 بنابر گزارش سندی اوغلو نشست صورت گرفته که ادامه نشستای بعدی خواهد بود. این در حال است که نشست دوحه به دنبال تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر سال 2023 میلادی برگزار شده است. در قطعنامه شورای امنیت دبیرکل این سازمان خواستار تعیین نماینده ویژه برای افغانستان به هدف ادغام مجدد این کشور با جامعه جهانی شده بود. امارات اسلامی اعلامیه مشترک 12 کشور اروپایی مبنی بر نقض حقوق بشر، کشت مواد مخدر و حضور گروه‌های هراس افکن در افغانستان را رد می‌کند. سخنگوی امارات اسلامی می‌افزاید که برخی از کشورها با ادعاهای پیهم در تلاش ناگوار نشان دادن تصویر افغانستان به جهانند. پیش از این وزیران خارجه 12 کشور اروپایی در نشست امنیتی مونیخ از آنچه که نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در کشور می‌دانند نگرانی کرده و تاکید کردند که امارات اسلامی برای ادغام مجدد با جامعه جهانی باید پابند به تعهداتش مبنی بر پیکار با مواد مخدر، هراس افکنی و تأمین حقوق بشر باشد. وزیران خارجه 12 کشور در نشست سال 2024 امنیتی مونیخ که به روز شنبه برگزار شد، از آنچه که نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و عدم پیشرفت در این زمینه می‌دانند، در بیانیه مشترک نگرانی کردند. در این بیانیه آمده است که طالبان باید به دختران افغان اجازه دهد تا برابر با معیارهای جهانی آموزش ببینند. بر بنیاد این بیانیه، وزیران 12 کشور خواستار آزادی بیدرنگ زنان بازداشت شده در افغانستان نیز شدند. جامعه بین المللی باید همچنان توجه خود را بر حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان متمرکز کند. در بخشی از این بیانیه پیکار با هراس افکنی و قاچاق مواد مخدر هنوز هم یکی از چالش های فرارای افغانستان و منطقه خوانده شده و یکی از شرط های ادغام مجدد افغانستان با جامعه جهانی پابندی حکومت سرپرست به تعهداتش گفته شده است. میگن که 90% مواد مخدر نکشت کوکنار صفر شده. حقوق بشر با یک نوع مشکلات داشته یا دارد یا باید روی ازی تفاهم صورت بگیره، نه ای که ابراز نگرانی بکنند و روان مردم صدمه بزنند. اما امارت اسلامی برخی از کشورهای جهان را متهم به ناگوار نشان دادن تصویر افغانستان به جهان می کند. سخنگوی امارت اسلامی با اشاره به پیکار امارت اسلامی در برابر گروه های هراس افغان و منع کشت مواد مخدر در افغانستان می گوید که حقوق بشر در افغانستان تامین است. کشورهایی که در جا شکست خوردن مفتزهانه بیرون شدن، پس به توسط استخبارات خود می خواهند معلومات نادرست به منطقه
و بعضی کشورها انتقال بدن. اون کشورها متاسف هستم از اینکه باید تحقیق بکنن، تدقیق بکنن، افغانستان را از نزدیک بررسی بکنن و با ما افهام و تفهیم داشته باشن، همچون اظهار نظر بی اساس میکنن. این در حالی است که برخی از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی را وابسته به تامین حقوق بانوان می‌دانند. اما امارت اسلامی همواره گفته است که جهان باید با در نظر داشت تفاوت‌های فرهنگی کشورها حقوق زنان و دختران را تعریف کند. وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که درس‌ها در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات عالی در بخش‌های سرتاسر کشور سر از اول ماه اوت آغاز می‌شود. سخنگوی این وزارت است تمامی دانشجویان پسر می‌خواهد تا به تاریخ تعیین شده به دانشگاه‌ها حاضر شوند. در همین حال دانشجویان از آغاز درس‌ها استقبال کرده و خواهان بازگشایی در دانشگاه‌ها برای دختران نیز هستند. دانشگاه‌ها در ولایت‌های سرسر کشور به شمال کابل سر از روز سه‌شنبه به حضور دختران بازگشایی خواهد شد. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید درس‌های باقی‌مانده سمستر خزانی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات عالی در ولایت‌های سرسر کشور سر از اول ماه هود سال روان خورشیدی آغاز می‌شود. د لوړ زده کړو وزارت رهبری هم ټول محصلین ته ډاډ او اطمینان ورکوي چې موږ تل هڅه کوو ترڅو د محصلینو لپاره وخت په وخت لازم سهولتونه و اسانتیاوی برابر کو. شماری از دانشجویان و استادان دانشگاه ها از آغاز دوباره درس ها در دانشگاه ها خرسندند و تاکید دارند که به دختران دانشجو نیز باید اجازه آموزش داده شود. من گورته هر کلی کو تر سود هلکانو پانتون شروع شي نو د دې تر سنگ کچته من فکر کو چې ان جونی هم دغه پانتونون ته لارې ورته خلاص شي. آغاز سال تسلیه پوانتون های افغانستان در مناطق صد سیر یک خبر خوشایند و میمون است. اما از این که دختران در افغانستان نمی توانند به پوانتون و مکتب بروند مایه تأسف و تحسر مردم افغانستان است. همزمان با این دختران دانشجو که از تحصیل باز مانده اند از امارت اسلامی می خواهند تا برای دختران دانشجو نیز در دانشگاه ها را دوباره بازگشایی کند. فردا برای بچه ها پهانتون واس میشه، ولی ما دختر متاسفانه نمیتونیم بخوانیم درس بریم پهانتون و ما خواهشمند هستم که ای واس شوه درس بخوانیم و درس خواندن حق هر دختر و پسر است. ما از امارت اسلامی میخواستم از که مکتب ها و پهانتون ها برای دختران باز شوه. این در حال است که سرپرست وزارت تحصیلات عالی در ماه قوس سال 1401 خورشیدی دانشگاه های دولتی و خصوصی را تا امر ثانی برای دختران مسدود کرد، موردی که واکنش های داخلی و خارجی را تا کنون نیز به همراه دارد. وزارت معارف میگوید که بیش از 35,000 مکتب و مدرسه در سراسر کشور فعالیت دارند و هزاران تن در آن مصروف آموزشند. سخنگوی این وزارت میافزاید که وزارت معارف متعهد است تا آموزش دینی و عصری را در تمامی کشور ارائه کند و تاکید میکند که نصاب درسی تا صنف ششم نهایی شده و کار روی نصاب باقی مانده نیز ادامه دارد. سخنگوی وزارت معارف به تلونیوز میگوید که در حال حاضر بیش از 18,000 مکتب و 17,800 مدرسه رسمی و روستایی در کشور وجود دارد. منصور احمد همزمی افزاید که وزارت معارف متحد است تا آموزش دینی و عصری را در تمام نقاط کشور به گونه متوازن ارائه کند تا هیچ شهروند از آموزش محروم نشود. در پوهنی وزارت محترم مشرتابه و دیدی ترسنگ رهبری تل هم ده حتی کلی ترسو هغه اماکن او هغه ځایونه چې هغه له زده کړو څخه محروم پاتې وو او یوغوی هغه کوم حق چې درلودل هغه جنې اخیستل سوي وه په پوره توګه باندې یوغوی ته خدمات وړاندې کړي او الحمدلله په دې کې سلسلنه پوهنې وزارت ژمن ده تر څو لرې پرتو محرومو سیمو ته ښوونیز متوازن خدمات ورسوي. سخنگوی وزارت معارف همچنان میگوید که در سال روان خورشیدی 15,000 آموزگار به وظیفه گماشته شده است. به گفته او نصاب درسی تا صنف ششم نیز نهایی شده و کار روی نصاب صنفهای بالاتر جریان دارد. لشپگم پس وم و اتم و نهم تولگی بندی اوز فیل حال دلی پردانه دی پوهنی وزارت سکومه که میشتم مثل که غری دی دی نصاب ریاست کی دی عمومی نصاب ریاست لرو دی غیر چطر لنده دی پوهنی کار روان. در همین حال شماری از دانش آموزان بر معیاری شدن کیفیت آموزش تاکید دارند و میگویند که باید امکانات بیشتر برای دانش آموزان در مکتب ها فراهم شود. وزارت معارف باید ټول خلکو ته د درس زمینه برابر کړي او بل د دې ترڅنګ کوم خلک د درسونو نه پاتې شي دی هغوی ته باید توجه وشي. په هیواد کې د زده کړو کیفیت پا
په متوسط ډول کې ده. د پوهنې وزارت باید په ښه کیفیت پروګرامونه په مخ واچوي ترڅو زده کوونکي په ښه کیفیت له ښوونځیو فارغ شي. بر بنیاد اطلاعات وزارت معارف، در حال حاضر حدود 11 میلیون دانش آموز در داخل کشور و حدود 5000 دانش آموز در خارج از کشور مصروف آموزش هستند. امارات اسلامی در واکنش به خواست نماینده ایران از بحر تامین حقابه کشورش میگوید حکومت سرپرست متعهد به تامین حقابه ایران است و سخنگوی امارات اسلامی علت تامین حقابه ایران را به گونه بهتر خشکسالی های پسین در کشور عنوان میکند. پیش از این نماینده ایران در 27 نشست کمیسیون آب هلمند خواهان تامین حقابه ایران از سوی امارات اسلامی شده بود. امارات اسلامی یک بار دیگر تاکید می کند که به تعهداتش درباره تامین حقابه ایران پابند است. سخنگوی امارات اسلامی می افزاید که خشکسالی ها در حال حاضر در کشور سبب شده است تا حقابه ایران به گونه بهتر تامین نشود. ما پایبند تعهدات هستیم، ولی خشکسالی پای هم در منطقه هم ایران و هم افغانستان را ساخته. آب نیست در رودخانه هلمند، آب کافی وجود ندارد. و اگر آب مثل که در سالیان قبل بود یا این توافقنامه زمان امضا می شد و قسم آب را ما داشتنی باشیم، اصلا کدام صدی را وجود نداره که آب را ما نمیسازد. پیش از این رسانه های ایرانی گزارش دادند که 27 نشست کمیسیون آب رودخانه هلمند که با حضور نماینده های ایران و امارت اسلامی در تهران برگزار شده بود، نماینده ایران در این نشست نیز یک بار دیگر خواهان تامین حقابه کشورش شده است. برای هر ایست که در اینجا برای بالای احداث یک پایپلاین آب که حداقل آب شهر بتونه تامین کنه باید سرمایه گذاری صورت بگیره. این سرمایه گذاری مشترک میتونه توسط افغانستان و ایران صورت بگیره تا در مولسوالی های پایین ولایت نیمروز و هلمند توسط از این پایپلاین آب بتونه بیت های منصفه از او جانب بتواند با در نظر داشته تغییرات اقلیمی در منطقه فیصله نهایی و منصفانه را در مورد صادر بکنم و اینکه قابل قبول هر دو طرف باشد. در غیر آن به معنای جای مختلف این روابط میتواند میان روابط دوستانه میان هر دو کشور همچنان خدشه بزرگ وارد نماید که به نفع کشورها و خصوصا کشور همسایه ایران و افغانستان نمی باشد. این در حال است که مائده آب میان افغانستان و ایران در سال 1351 هجری خورشیدی از سوی موسی شفیق و امیر عباس هویدا نخست وزیران وقت افغانستان و ایران به امضا رسید. بر بنیاد این مائده افغانستان در هر ثانیه باید 26 متر مکعب آب به ایران بدهد. معاونیت اقتصادی ریاست وزرا از آغاز کار پروژه کاسا 1000 در آینده نزدیک در کشور خبر می‌دهد. در خبرنامه معاونیت اقتصادی ریاست وزرا آمده که با تکمیل کار این پروژه 1300 مگاوات برق به افغانستان و پاکستان منتقل خواهد شد. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که برای آغاز این پروژه نیاز است تا نهادهای مالی از کاسا 1000 پشتیبانی کنند. پس از نشر گزارش بانک جهانی درباره آغاز کار پروژه کاسا 1000، معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء از آغاز کار عملی این پروژه خبر می‌دهد. در خبرنامه معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء آمده که هزینه پروژه کاسا 1000 $1.2 میلیارد گفته شده است که برای صدها تن نیز زمینه کار فراهم خواهد شد. د نړیوال بانک د هغه پریکړې هرکلی کوي چې لمخې دوی د کاسا 1000 پروژې پاتې چارې تکمیلولو ته لیوالتیا ښولې ده. پروژه کاسا 1000 1300 مگاوات برق را از قرغزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان انتقال می‌دهد. کاسا 1000 انرژی را از تاجیکستان به شیرخان بندر و سپس با گذشتن از ولایت‌های کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان و ننگرهار به پاکستان منتقل می‌کند. پروژه کاسا 1000 یک از پروژه‌های بزرگ و بسیار مهم منطقه‌ای است که نه تنها منفعت اقتصادی داره بلکه منفعت سیاسی نیز از سیاسی مهم داره. مطابق پلان کاسا 1000 کرگستان و تاجیکستان در حدود 1300 مگاوات برق به کشورهای افغانستان و پاکستان میفروشه که 300 مگاواتش افغانستان میگیره و 1000 مگاواتش هم پاکستان. شماری از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که برای آغاز کار این پروژه نیاز است تا بانک جهانی و اداره توسعه جهانی ایالات متحده آمریکا از آن پشتیبانی کند. تمویل از پروژه میتونه که زیربنای برخ در منطقه و رفع نیازمندی های برخ در منطقه
تا جای مرفوع کنه و حمایت ازی به معنی حمایت از زیربنای برق در منطقه است. پیش از این بانک جهانی در گزارشی گفته بود که ساخت و ساز پروژه کاسا 1000 در پاکستان، تاجیکستان و قرغزستان تقریبا کامل شده است و این کشورها درخواست کردند تا فعالیت‌های کاسا 1000 در افغانستان از سر گرفته شود تا از خطر مبدل شدن این پروژه به یک سرمایه متوقف شده جلوگیری شود. ظهیرالدین محمد بابر که یکی از شاهان هندی بود پیش بیش از 480 سال قبل در باغ بابر به خاک سپرده شد. بابر به علت مریضی که داشت در هند به عمر 47 سالگی درگذشت و بعد از 9 سال جسدش به کابل انتقال داده شد. ظهیرالدین محمد بابر که بنیانگذار امپراتوری گرگانی هند بود و آخرین امپراتوری از دوران طلایی اسلامی نیز به شمار می آید که بیش از 480 سال قبل در گوشه از باغ بابر به خاک سپرده شده است. بابر شاه در سال 1530 میلادی در هند به عمر 47 سالگی درگذشت و به مدت 9 سال در آگرای هند به خاک سپرده شده بود، اما به وصیتی که برای فرزندانش کرده بود بعد از گذشت چندین سال خانم با در نظر گرفتن وصیت بابرشاه به همکاری شیرشاه سوری جسد او را در سال 1540 به کابل انتقال داده و به باغ خودش در کابل به خاک سپردند. بابرشاه بعد از اینکه لشکرکشی به طرف هند میکنند و مدت 3-4 سالی که در اینجا حاکمیت میکنند و مریضی که ما عاید حالش میشه در اونجا فوت میکنند در شهر اگره که در قسمت دریای جمنا موقعیت داره و بعد از او توسط پسرش همایون در دمو شهر که به نام نورافشان یاد میشد به مدت 10 سال در اونجا دفن میشد. مقبره ظهیرالدین محمد بابر در سال 1607 میلادی به وسیله نواسه‌اش جهانگیر بازسازی شد و بعد آن به اثر زلزله که در کابل رخ داده بود این مقبره به گونه کامل تخریب شده بود که پس از آن بازسازی شد. یک سیاه انگلیسی در سال 1832 میایه از این مقبره دیدن میکنه و رسم از این مقبره را میکشه. رسم از این مقبره را میکشه که این رسمش باز در موزیم لندن میگذاره. وقتی که بازسازی باغ بابر را میکردن اول تحقیقات آرشیفی را انجام دادن که امی رسم از اوجا پیدا کردن. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ از تلاش های این وزارت از بهره بازسازی مکان های تاریخی اطمینان می دهد. در تاریخی ابیدات ساتن هم در اطلاعات فرهنگ وزارت مسئولیتون سخه ده در اسلامی امارات مشرتابه حکم هم داده شده در زهین و ساتل شی و هم در رقم در تاریخی اثار و در کچاق مخونی ول شی و در برخه که در اطلاعات و فرهنگ وزارت الحمدلله لسترورانی لدی. ظهیرالدین محمد بابر در 14 فوریه سال 1483 میلادی در شهر اندیجان دره فرغانه که امروز بخشی از ازبکستان است متولد شده بود و پس از مرگ پدرش در سن 12 سالگی به تاج و تخت فرغانه رسید. شماره از فروشندگان دوای یونانی در پایتخت است. بازار گرم فروشاتشان در این روزهای پسین خبر می‌دهند. برخی از این فروشندگان دوا می‌گویند بیش از 300 نوع دوای یونانی نزد آنان موجود است و بیشترین دوای خود را از کشورهای هند، پاکستان و ایران خریداری می‌کنند. محمد اکبر مدت 6 سال می‌شود که در جاده‌های پایتخت سرگرم فروش دواهای یونانی است. او که 20 سال سن دارد می‌گوید مردم در مقایسه با دوای طبی بیشتر از دواهای یونانی استفاده می‌کنند. دوای یونانی زیاد میگیری که طب سنتی است، نقصان نداره، اگر فایده نکنه نقصان نمیکنه. دوای دیگه اگر به معده بگیرین معده تان فایده کنه گرده را خراب میکنه. دوای ما که سنتی است پاک. اول اکثریتا از دواها زیاد استفاده میکنه به خاطر که فایده داره ولی تاوان نداره، طبیعی هستن. از دوای کیمیایی که بهتر است. همزمان با این شماره از باشندگان پایتخت علت خریداری بیشتر از دواهای یونانی را ارزان بودن و مؤثر تمام شدن آن بر برخی از بیماری ها میدانند. ضرر نداره، ارزان است قیمتش و بیشتر مردم از دوا استفاده میکنن. در شهر ما کیفیت عالی دارن، از دوای دیگر کردن ضرر هم نداره، خوب است. خوبتر است نسبت به دوای دیگر هم ارزان تر است، کیفیتش بهتر است و کارکرد خوبتر داره در مقابل وجود انسان. استفاده میکنین برای خوب هم داره، خراب هم داره، کیفیت اول دوم هم داره، تاثیر هم میکنه و بعد ازش تاثیر هم نمیکنه.
با این حال شماره از پزشکان در رابطه با استفاده از دوای یونانی چنین دیدگاه دارند. کله چې دوا د یو غیر مسلکی او غیر صحی او غیر علمی شخصیت په واسطه باندې جوړ شي، نو هغه به بیکیفیته وي او د دې احتمال او امکان هم شته چې نه یوازې بیکیفیته وي بلکې د انسان وجود ته ډېرې ستونزې راولاړ کړي. این در حالی است که شمار فروشندگان دواهای طبی نیز در کابل در مقایسه با سالهای پسین بیشتر شده است. وزارت صنعت و تجارت از آمادگی سرمایه‌گذاران کشور ترکیه در بخش سرمایه‌گذاری تولید برق، میدان‌های هوایی و پارک‌های صنعتی در کشور خبر داده است. معین این وزارت در دیدار با سرمایه‌گذاران ترکیه گفته است که باید تجارت و صنعت قربانی سیاست نشود. قدرت الله جمال سرمایه‌گذاری کشور ترکیه را در تقویت روابط بازرگانی میان دو طرف مهم عنوان می‌کند. پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، سرمایه گذاران برخی از کشورها به شمول چین، ترکمنستان، هند، تاجیکستان و روسیه علاقه‌مندیشان را بر افزایش روابط بازرگانی و سرمایه گذاری در بخش‌های گوناگون در کشور نشان داده است. به تازگی وزارت صنعت و تجارت از آمدگی سرمایه گذاران کشور ترکیه به سرمایه گذاری در بخش تولید برق، میدان‌های هوایی و پارک‌های صنعتی خبر داده است. در این دیدار سرمایه‌گذاران جمهوری ترکیه آمادگیشان را به سرمایه‌گذاری در میدان‌های هوایی افغانستان، تولید برق، پارک‌های صنعتی و شرکای تجارتی اعلام داشتند. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی بر رسمیت شناسی و تعامل کشورهای جهان با امارت اسلامی را در جلب و جذب سرمایه‌گذاری و عملی سازی پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی در کشور سودمند می‌دانند. چالش بسیار کلانی که متأسفانه مانع سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان شده، بس به رسمیت شناختن افغانستان است. من فکر میکنم هر قدر که تعاملات سیاسی ما با دنیا بیشتر میشه و افغانستان از طرف دنیا به رسمیت شناخته میشه، به اون پیمانه ما شاید سرمایه گذاری ها در افغانستان خواهیم بود. به دلیل از اینکه منابع زیرزمینی افغانستان و فرصت ها و امکاناتی که در افغانستان وجود داره یک منبع خوب جذب سرمایه گذاری به شمار میره. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که برای گسترش روابط تجارتی افغانستان با کشورهای اروپایی نیاز است تا میزان داد صدد افغانستان با ترکیه نیز افزایش یابد. ما باید روی ازی بس بکنیم که چه رقمی مشکلات ترانزیتی و ترانسپورتی رو باید حل شوند. بعدا ما می توانیم که به ترکیه و همچنان به اروپا وصل شویم به شکل بهترش. اقلام صادراتی ما بیشتر داریم که مثلا ما به ترکیه اقلام صادراتی را روان میکنیم، میوه خشک است، فرض مثال قالین است، اینا هم داره نمی مواد. پیش از این وزارت صنعت و تجارت گفته بود که در سال 2023 میلادی حدود 100 میلیون دلار داد و صدد با کشور ترکیه انجام شده است که از این میان 23 میلیون دلار آن را صادرات تشکیل میدهد. سرپرست وزارت معادن و پترولیم در دیدار با رئیس اجرایی پروژه تاپی و سفیر ترکمنستان در مورد تسریع روند آغاز کار پروژه تاپی گفتگو کرده است. سخنگوی این وزارت میگوید که در این دیدار سرپرست وزارت معادن و پترولیم تطبیق پروژه تاپی را برای همه کشورهای دخیل سودمند میداند و از همکاری های امارت اسلامی برای تطبیق این پروژه در افغانستان نیز اطمینان داده است. پروژه تاپی از پروژه‌های بزرگ برای انتقال گاز ترکمنستان به جنوب آسیا است. هرچند امارت اسلامی بارها از آغاز کار عملی این پروژه گفته است، اما تا اکنون کار عملی این پروژه آغاز نشده است. به تازگی سرپرست وزارت معادن و پترولیم با رئیس اجرایی پروژه تاپی و سفیر ترکمنستان دیدار کرده است. سخنگوی این وزارت میگوید که در این دیدار دو طرف در مورد تسریع روند آغاز کار پروژه تاپی گفتگو کردند و سرپرست وزارت معادن و پترولیم هم تطبیق پروژه تاپی را برای کشورهای دخیل سودمند دانسته است. دواړو لوریو لخوا د کارونو په چټکتیا ټینګار وشو. د کارونو پټولې محترم وزیر زیاته کړه تاپی پروژه چې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو دخیل هیوادونو لپاره یو ستر اقتصادي او مهمه حیاتي پروژه ده. ټول افغان ولس او اسلامي امارت د دې پروژې تر شا ولاړ دی. افغانستان آمادگی کامل وجود داره. افغانستان امنیت را تامین کرده ده. مسیری که تاپی تطبیق میشه با آمدگی های خود هم داره و ما امیدوار هستم که در نزدیک های پروژه آغاز خواهد شد، ولی شما میدونید که یک موضوع یک کشور نیست، چهار کشور در یک موضوعیت دارن و
و همه باید آماده باشند و ما آمادگی خود را داریم. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی تطبیق این پروژه را در رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای کشور مؤثر می‌دانند و می‌گویند که با عملی شدن این پروژه برای صدها تن در افغانستان زمینه کار مساعد خواهد شد. دی ټاپی پروژه دا یګانه غ پروژه د سیمه سره وصلې او د همسایګانو غ منفي رقابتونه مثبت خواته راړي. د ټاپی پروژې فعلېدل دا موږ لسو بور دی لسو اړخونه موږ په ځان بسیا کوي او دا دنیا ته ښیي چې افغانستان امن ده او افغانستان کې نور باید سرمایه گذاری وشي او سرمایه گذاری ته زمینه برابر. ټاپی درگیر یک نوع رقابت کلانه منطقوی است و این رقابت کلان منطقوی چون قاتلانه است، اینا کاملا به نقص ما، به نقص ترکمنستان و نقص هندوستان تمام میشه و به خصوص به نقص ما. ما در ظرف بالاتر از 20 چند ساله که این تاپی حرکت نکرده که ما حسابش کردیم به مارکت واچ 22 میلیارد دلار ما در حقیقت از دست دادیم. اما اتاق صنایع و معادن به این باور است که رقابت های منطقوی سبب شده است تا کار این پروژه عملا آغاز نشود. در افغانستان آمادگی های وجود داره برای آغاز پروژه تاپی، همچنان ترکمنستان هم علاقمند است که پروژه اجرا شود. پاکستان هند هم به تامین انرژی نیاز داره. اینکه کشمکش های سیاسی بین این دو کشور باعث تاخیر از پروژه شده، در صورتی که یک اجماع منطقوی بین چهار کشور به وجود بیاد، من فکر میکنم که پروژه تاپی فرصتی هست که کار از او عملا شروع شود. پروژه تاپی از جمله پروژه های بزرگ منطقه‌ای است که گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به کشورهای هند و پاکستان انتقال داده می شود و با عملی سازی این پروژه در کنار فواید دیگر سالانه حدود 400 میلیون دلار از راه ترانزیت به افغانستان عواید جمع‌آوری می شود. و چای اداره هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد از کمک 1.9 میلیون دلاری اضافی سوئیس به افغانستان خبر داده است. اوچا گفته است که این پول را در اختیار صندوق بشر دوستانه افغانستان قرار داده است. این نهاد پیش از این برای کمک به 23 میلیون تن در سال روان میلادی 3 میلیارد دلار درخواست کرده بود. جمعیت هلال احمر افغانی برای زلزله زدگان ولسوالی گیان پکتیکا بیش از 190 خانه ساخته است. مسئولان این اداره میگویند که این خانه ها بیش از 47 میلیون افغانی هزینه برداشته است. اسوی هم باشندگان این ولسوالی از ساخت و ساز این خانه ها شادمانند، اما میگویند که هنوز هم شمار زیادی از زلزله زدگان در زیر چادر به سر میبرند. این خانه های جدید از سوی جمعیت هلال احمر افغانی برای خانواده های زلزله زدگان ماه سرطان سال 1401 خورشیدی در ولسوالی گیان پکتیکا ساخته شده است. این 192 خانه که دارای دو اتاق، یک دهلیز و یک آشپزخانه می باشد، بیش از 47 میلیون افغانی هزینه برداشته است. مسئولان می گویند که افزون بر این خانه ها برای باشندگان محل 106 دستشویی نیز ساخته شده است. په دې اصولو دو نوي کورونو کې هر کور باندې 2,06,000 افغانۍ لګېدلي چې مجموعي مصارف یې کېږي تقریبا 3,32,392,000 افغانۍ. 355 په میلیونه په ګلۍ کې اوسېږي، ورته جوړ یې کړه 46,000. ضرورت خو ډېر ده، خو آخر بیا مننه ځنې کېږي چې مکتب په میلیونه جوړ موږ ته کورونه په میلیونه ده جوړ شوي دي. موږ ډېر خوشحاله یو، د سرې میاشت نه موږ ډېره مننه کوي او نور هم پتې مشکرینه پتې دي، مطلب میگه دا کرینا نر هون غوری چه میگه تزری میاشتا نر هون در آقا وش. در ولسوالی گیان هنوز هم شمار زیادی از خانواده های زلزله زده در زیر چادر بسر میبرند و با چالش های زیادی روبرو هستند. این زلزله زدگان از امارت اسلامی و نهادهای کمک کننده میخواهند که به وعده هایشان عمل کنند. تقریبا شپیتا پیسه ده خلق طول پا خیمو که یا کند کنده، مقصد مگ زمک کندی کردی ده غبند ام لرگی یخی دی اغیت مون کنده گارا وایو اغی که ده جمعی ده پارا جوان کوم. خلق در مشکلات سا مخمخ تای و ده شهر خار که در کرونا پتی دی و ده نر پیرتا کلی که در کرونا پتی دی وان ده دلی کرینا ملان کردی دی تریسا پرامیسا کمک نیرنده شوا زوی پوزی خلق در شوا ده خمس رخ پرانده شوا. ولسوال گیان میگوید که تا اکنون در این ولسوالی 3300 خانه ساخته شده است و انتظار می رود که برای دیگر زلزله زدگان نیز سرپناه ساخته شود. تقریبا 3300 جوړ دی و دا سالور زرا سالور نیم زرا دا 3500 برشه او خاک ضرورت شته چې داخل ته د کورینه برته و پاس جوړ شي. خرابی جاده ها، نبود آب آشامیدنی سالم و دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی از دیگر چالش هایی است که باشندگان ولسوالی گیان از آن شکایت دارند.
در پی بارندگی ها و ریزش برف در بیشتر از ولایت های کشور برخی از راه های مواصلاتی بروی رفت و آمد وسایط مسدود شده است. با گفته مسئولان و شهروندان کشور تاکنون گذرگاه سالنگ، شاهراه غور و همچنان راه های مواصلاتی چندین ولسوالی در ولایت های بدخشان، پنچر و برخی از ولایت های دیگر مسدود شدند. در پی بارش برف سنگین برخی از شاهراهای مواصلاتی و مسیرهای ولسوالی ها در شماری از ولایت های کشور بسته شده است. شاهراه کابلغور در ساحه کوتل بکک، گذرگاه سالنگ، مسیرهای چندین ولسوالی در بدخشان، پنچر و برخی دیگر از نقاط کشور شامل راه های مسدود شده هستند. در نتیجه سرازیر شدن برف و باران های موسمی، شاهراه بزرگ غور و کابل در ساحه کوتل بکک بروی رفت آمد مسدود شده و تلاش ها برای بازگشایی سوی اداره محلی ولایت غور جریان دارد. شهروندان کشور از ادامه مسدود بودن این شاهراه ها نگران هستند و از مسئولان می خواهند تا برای بازگشایی مسیرهای مسدود شده تلاش کنند. ما از مسئولین ریاست فاید آمه یا مسئولین مربوطه خواهش مندیم تا در زمینه توجه کنند و به شرکت های قراردادی تذکر بدهد حداقل در صورت امکان ماشینری را در مسیرها زیادتر کنند تا از مسدود شدن راه ها برای مدت طولانی جلوگیری شد. بار دیگر در اثر بارندگی های متواتر که چند روز می شود پای هم بارندگی است، با سرازیر شدن برف کوچه ها و صخره ها راه های مواصلاتی پنج ولسوالی درواز مسدود می باشند که پاکاری آن از توان حکومت محلی و مردم محل نمی باشد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی اعلام کرده که بیشتر ولایت های کشور براز های یک شنبه و دوشنبه هفته جاری گواهی بارش برف سنگین خواهد بود و همچنان از احتمال جاری شدن سیلاب در برخی از ولایت های کشور نیز هشدار داده است. والی اروزگان میگوید از 60 تا 70 درصد کودکان در این ولایت به آموزش دسترسی ندارند. با گفته او در پی نبردهای گذشته شماره زیادی از مکتب ها ویران شده و به همین علت یک نسل از آموزش محروم مانده است. باشندگان اروزگان نیز میپذیرند که به علت نبود مکتب کودکانشان از آموزش محروم ماندند و از حکومت سرپرست خواهان رسیدگی به این چالش هستند. ولایت اروزگان که در جنوب کشور موقعیت دارد در دو دهه پسین گواهی نبردهای شدید بوده است. این نبردها نه تنها برای مردم عام تلفات جانی و زیانهای انگفت مالی رسانده، بلکه به شمول مکتبها شمار زیادی از تاسیسات عامه را نیز ویران کرده است. باشندگان این ولایت میگویند که به علت جنگهای گذشته یک نسل از آموزش محروم ماندند و از آینده ناروشن فرزندانشان نیز نگران هستند. دونه تقریبا 8 کیلومتر از مرسته دا ار مکتب ار مدرسه گوشه شما چې ټوله به سواده دغه شي ځکه مکتب ورته نشته او نو د تعلیم سطح بیخی پر مخ باندې کمزوري ده ما دا هیله درلوده چې مدرسه و ام یا مکتب و ام یا یو بل ځای زده کړو کوم خو هغه په دې نه بریالی کېرن چې زده کړو کوم پښتون مدغه ده د موجوده حکومت څخه چې دی باید د تعلیم په برخه کې روزګان ولایت ډیر توجه وکړي. والی اروزگان میگوید از 60 تا 70 درصد کودکان در این ولایت با آموزش دسترسی ندارند. به گفته او در اثر جنگ های گذشته 71 باب مکتب در این ولایت تخریب شدند و تلاش میکنند به کمک مالی نیازهای کمک کننده مکتب های تخریب شده را بازسازی کنند. شپته پیصد که او ایمه یا اویا پیصد بلکه او ایمه زپت خبره که صادق بیمه سی زمانگا نسل زمانگا کشر قشر او کشران مشومان زمانگا بی تعلیم پاتی تعلیم تیل اسرسای نکی. بر اساس معلومات مسئولان محلی اروزگان در سال 1402 خورشیدی 20 باب مکتب را که در جنگ های گذشته تخریب شده بودند دوباره بازسازی کردند و کار بازسازی 14 باب مکتب دیگر نیز ادامه دارد. نزدیک به 600 معتاد زیر درمان در هرات شامل دوره های آموزش فن و حرفه شدند. این دوره های آموزشی از سوی ریاست کار و امور اجتماعی هرات و یک بنیاد خیریه را اندازه شده است. این معتادان همزمان با درمان و برگشت به جامعه قرار است آماده کار در بخش خیاطی و ترمیم موبایل شوند. قدم گذاشتن به زندگی تازه و دوری از اعتیاد و تاریکی. نزدیک به 600 معتاد در شفاخانه 4000 بستر درمان معتادان در هرات شامل دوره های فن و حرفه در بخش خیاطی و تعمیر موبایل شدند. این مردان قرار است 6 ماه در اینجا آموزش ببینند.
دا نه معنی چې یوازې به موږ دوی ته زده کړې کوو بلد د دوی الله مل شي نه ان شاء الله تر هغه وخت پورې به دوی ته نظارت لاندې وي چې دوی ځای پر ځای کیږي و دوی ته هغه د کار زمینه برابرېږي او دوی مثال په یو دکان کې کښېني او هغه اجناس و شیمې و دوی ته برابرېږي درمان شده هار به جامعه تقدیم بکنیم تا وارد بازار کار بشن و ان شاء الله از عملی که به او مصاب بودن از او عمل دست بردارن این متادان همزمان با فرا گرفتن فن و حرفه زیر درمان نیز قرار دارند برای ما همیت یک کار زمینه کار مساعد شده که ان شاء الله از اینج ما یک دستاورد داشته باشیم یک شغل جدید داشته باشیم که بتوانیم بریم در حوال خانواده خود 9 سال میشه ما خانه نرفته پدر از دوست دادیم مادر از دوست دادیم برادر از دوست دادیم اعتبار از دوست دادیم یک چیزی که زندگی برای خود ما بود از دوست ما رفت این متادان پس از درمان با وضع شرایط به خانواده هایشون سپرده می شوند هر متاد درمان شده را باید دو تن از نزدیکانش ضمانت کنند تا دوباره به اعتیاد برنگردد زمینه استخدام از زیره و کار را برای از اینا مساعد بسازند و از طرف دیگه ایرایی که تداوی میشن باید اینا تعقیب شده همیشه که یعنی مجددن یا با روی نیاره بر بنیاد آمارهای مدیریت مبارزه با مواد مخدر هرات نزدیک به 5000 متاد اینجا در شفاخانه 4000 بستر متادان در این ولایت زیر درمان قرار دارند این متادان باشندگان ولایت‌های گوناگون کشور هستند که پس از درمان قرار است به ولایت‌هایشان انتقال داده شوند نگرانی اصلی این متادان نبود فرصت‌های کاری و برگشت به اعتیاد است یک بانو با ایجاد یک کارخانه تولید پاپور در جوزجان برای نزدیک به 100 بانوی به بضاعت فرصت‌های کاری را فراهم ساخته است و می‌گوید افزون بر فعالیت‌های اقتصادی با ایجاد این کارخانه می‌خواهد از بانوان به سرپرست پشتیبانی کند ریاست صنعت و تجارت جوزجان می‌گوید هم‌اکنون در این ولایت 13 کارخانه تولید پاپور فعالیت می‌کند که نزدیک به 700 بانو و 200 مرد در آن سرگرم کارند این کارخانه تولید پاپور در راستای بابا علی شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به هدف پشتیبانی از بانوان به بضاعت از سوی یک بانو ایجاد شده است. در این کارخانه در حدود 100 بانو سرگرم تولید و بسته‌بندی پاپور هستند و آن را برای فروش به بازارهای جوزجان میفرستند. دختر است، زن است، از صبح 8 بجه شروع تا 5 بجه اینا کار میکنند. بابا اگر زیاد بیاید اینا تا 5 بجه کار میکنم اگر کم بیاید تا 3 بجه کار میکنم شماری از بانوان که با درآمد 150 تا 250 افغانی در روز در این کارخانه فعالیت دارند از حکومت سرپرست و نهادهای مددرسان خواهان پشتیبانی مالی هستند 150 کار میکنیم اما پیسی که میگیریم در خانه خرج میکنیم یا مثال خرج مصرف خود ما میشه 8 تا 9 نفر ناخر بر نفر یتشلمن شرکلمن شلیمن نشی امارات اسلامی و غیر دولت بسه کمک قسل دفز لیمن شیر شرکت کشل بلتر بس. با این حال ریاست صنعت و تجارت جوزجان میگوید هم اکنون در این ولایت 13 کارخانه تولید پاپور فعالیت میکند که حدود 700 بانو و 200 مرد در این کارخانه ها سرگرم کار هستند. در هر کدامشان در حدود 50 نفر 100 نفر کار میکنند مجموعاً تقریبا 700 نفر در بخش خانوما هستند که کار میکنند ریاست صنعت و تجارت جوزجان میگوید به هدف پشتیبانی از کارخانه های تولید پاپور و پروسس میوه خشک ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته را به همکاری سازمان بین المللی مهاجرت در اختیار آنان قرار داده اند و این روند همچنان ادامه دارد شهرداری مزار شریف از جابجایی دستفروشان در ساحه محبس کهنه این شهر خبر می‌دهد. به گفته آنان به هدف جلوگیری از ازدحام و تحکیم نظم شهری قرار است تمامی دستفروشان در شهر مزار شریف به این مکان منتقل شوند. دستفروشان و غرفه‌داران در شهر مزار شریف این اقدام شهرداری را برای ادامه کسب و کارشان سودمند می‌دانند. شهردار مزار شریف میگوید روند جابجایی دستفروشان، تخت‌نشینان و غرفه‌داران در ساحه محبس کهنه این شهر آغاز شده است. به گفته او این مکان نزدیک به 60 جریب مساحت را در بر میگیرد و تمام نیازمندی باشندگان شهر مزار شریف در همین مکان برطرف خواهد شد. جای برش آماده کردیم، خدمات برش ارائه کردیم.
و تقریبا چیزی کم 60 جریب زمین است. اونجا سمت بندی کردیم و هر سمت جدا جدا جای جور کردیم. الحمدلله امروز کار مردم سودارم بردن، مالم انداختن، کار عملی شروع. در همین حال دستفروشان و دکانداران در شهر مزار شریف این اقدام شهرداری را برای ادامه کسب و کارشان سودمند دانسته و خواهان انتقال تمامی دستفروشان شهر مزار شریف به این مکان هستند. بسیار یک مارکت کلان تاسیس شده بدر، بسیار خوب جای جور شده برای موبایل فروش، برای لیلامی فروش، برای بازار، برای میوه فروش، پیاز، کچالو، همه چیز اینجا پیدا میشه. یعنی برای مردم خیلی خوب است، به شرطی که در روزاز باشه، مردم بیایه، مردم در شهر ترکاری فروش دیگه نمونه، بیایه میشه کلک دو جوش هم میشه و مردم بیایه خرید و فروخ کنن. به خاطر که شهر کلان میشه، اونجا بی‌نظمی بود، رواق قید بود، بسیار گروبار زیاد بود، سیاسرهای طرف و طرف مثلا عبور میکرد، رواق قید بود. هر چقدر که آسانی باشه، امی مردم زیادتر پریشان هستند، از خیلی وقت بیکار هم هستند. شهر جمع‌آوری شده، اینجا آورده شده. حالی هر چقدر زودتر که اینجا فعال شوه، برای مردم خوبتر است. این برنامه از سوی شهرداری مزار شریف در حال عملی می شود که پیش از این دستفروشان و باشندگان شهر مزار شریف از مسئولان خواهان ایجاد یک مکان مناسب برای ادامه کسب و کار این دستفروشان شده بودند. و به همین دلیل رسیدیم به پایان خبرده. از همراهیتون تا یه لحظه سپاسگزارم. تا دیدار دوباره و خیر شب رستون. بخیر، خدا نگهدار.